به دنبال مصاحبه نمایشی و مسخره آخوند روحانی در تلویزیون حکومتی، کاربران فضای مجازی هم پاسخ خودشون رو به دروغ‌های شیخ شیاد و تلاش برای شستن دست‌های خونین اون در توییت‌هاشون با اعتراض یا طنز تلخ و کنایه نشون دادن. رشیدپور گفت از طرف جوانان با شما روحانی دست میدن. من رو دست خودم داغ میذارم اگر روزی دست خونین جمهوری اشغالگر اسلامی رو بگیره. بار آخرت باشه از طرف من از این غلط ها میکنی. براندازم. ایران امن‌ترین کشور منطقه است، ولی خب عده‌ای هم بی مجوز با وعده های دروغی پول مردم رو بالا میکشن و عده‌ای هم با وعده های دروغ رأی مردم رو. روحانی، مصاحبه روحانی. اگه صحبت‌های روحانی رو ندیدین مراجعه کنید به همون صحبت‌های 4.5 سال پیش. حرف مفت. از هزاران نفری که توسط حکومت افتادن زندان و چند نفری که کشته شدن نگفت. براندازم. یعنی چند هزار نفر تو کشور بازداشت شدن و چند نفر کشته شدن، ولی مدعی حقوق بشر هم حتی بهش اشاره هم نکرد. بوی گندت بد جوری داره اذیت میکنه روحانی. براندازم. آقای روحانی امشب در راستای سخنان امام بزرگوارشون فرمودن خودروی هایبریدی که خودروی هایبریدی نباشه خودروی هایبریدی نیست. یکی دیگه از هشتگ‌های پرطرفدار این روزها هشتگ براندازم هست. هشتگی در پاسخ به کسانی که به فکر طولانی تر کردن عمر نظام هستن. حرف مردم ایران در نهایت یک چیز بیش نیست. سرنگونی. تا کنون شهر را به این زیبایی ندیده بودم. اسلام شهر. دیوارها از زبانهای بسته ما سخن میگویند. 40 سال خیانت، 40 سال دزدی، 40 سال نسل کشی. ما این آخوندای فسیل رو نمیخوایم. براندازم. در مملکتی که یک موتورسوار بسیجی جرأت میکند با لگد دختری دوچرخه سوار را سرنگون کند، عده‌ای هنوز معتقدند اصلاحات باید تدریجی باشد. تظاهرات سراسری تا سرنگونی رژیم ادامه دارد. قیام بهمن. براندازم. نمیدونم چی بگم، ولی میدونم در سرزمینی که آزادی نیست هیچ چیز مهمتر از نبرد برای آزادی نیست. هیچ چیز. قیام بهمن. براندازم. تمام تلاش‌های تاج‌زاده و خاتمی و باقی استمرار طلبان برای هایجک یا منحرف کردن اعتراضات سراسری یک جواب یک خطی داره. اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. ایران را پس میگیریم. براندازم. آینده مردم فقط بدون آخوند و حکومت جدی جمهوری اسلامی بهتر میشه. همچنان براندازم. مردم شریف ایران در حال زباله‌گردی. اینها عوامل بیگانه نیستن، اینا مردم ایرانن. براندازم. از اینکه بایستی هشتگ براندازم رو بزنی شک نکن، چون قیام بهمن در راهه. دیگه نمیتونین با برچسب برانداز و ضد انقلاب مردم رو سرکوب کنین. مردم دیگه این برچسب رو ننگ نمیدونن، چون تنها راه نجاتشون رو تو براندازی این حکومت میدونن. براندازم. اصلاحات دندون خراب رو از ریشه در میاری. براندازم. نوشتن شعار مرگ بر خامنه ای را در هر مکان، سردادن شعار مرگ بر خامنه ای را هر کجا. براندازم. از زمانی که نوشتن سبز و خوندن زرد، براندازم. از زمانی که گرفتن آزادان وطن را آری، براندازم. براندازم از سرگردانی مادر، براندازم. از زمان لحظه شلیک، براندازم. از زمانی که به ناحق ریختند خون، براندازم. از زمان گریه بابا، براندازم. از زمان شیون مادر، براندازم. از زمان دفن سهراب وطن، براندازم. جمهوری اشغالگر اسلامی تنها رژیمی است که در طول تاریخ هم در داخل و هم در خارج فاقد مشروعیت اکثریت است. تنها رژیمی است که با ادعای اسلام فاقد اخلاق اسلامی است و تنها رژیمی است که قانون اساسی در آن یک منشور به درد نخور است. با هر معادله‌ای که حساب کنید عمرش پایان یافته. براندازم. برای رسیدن به عدالت و آزادی و حاکمیت قانون باید بر سه اصل بنیادین فائق اومد: ترس، بیتفاوتی و اتحاد. براندازم. براندازم چون میدانم این رژیم دشمن قسم خورده ایران است.
بالا بری پایین بیای نمیتونی جلوی عقربه هایی که به سمت سقوطت میرن رو بگیری. براندازم.